با اجازهتون می‌خواستم با یک غزل حافظ این قصه امشب رو شروع کنم. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آیم. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایم. گفتم ز مهر برزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب راست از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم بود ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی از مصور دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین واسه هم سر آید. خوش اومدید. فکر کردم که به بهترین وجه که میتونم بهتون سلام بکنم از شاعر عزیزی که واقعا یک تغییر و تحولی در زندگی من، در دل من به وجود آورده شروع کنم، آغاز کنم. این داستان تمام این شعرهای سنتی یا کلاسیک ایران، داستانش داستان عشقه، داستان عشق ازلی است. و این انسان که موجودی آسمانی است که به زمین خاکی اومده و اینجا در انتظار، در فراغ، در دوری از معشوق ازلیش هست. حالا این شعرها به صورت عاشقانه، عارفانه و اخلاقی این صحبت ها رو کردن. اگر راجب عشق عاشق و معشوق، راجب معشوق ازلیشون هست. اگر عارفانه است که راه خودتو پیدا بکنی در این دنیای خاکی، و اگر اخلاقیه، وظایفت نسبت به خودت و وظایفت نسبت به دیگران. اینها گنجینه هایی که برای ما باقی گذاشتن، اینها یک چکیده ای از گوهر وجودشون بوده. وقتی که در بین قرن 10 تا 14 میلادی که میشه بین 4 تا 8 هجری قمری این ابیات گفته شده از این بزرگان، این شعرهایی که ایران داشته، اروپا در یک تاریکی محض بود. اونجا رنسانس ایران اونجا بود. به هر حال کاری که من برای خودم کردم از با دو لغت که حافظ خوندم، دو لغت منو تکون داد و اون دو لغت باعث شد که تمام چیزهایی که اینجا میبینید، تمام این تحقیقاتی که برای خودم کردم فقط برای من دو لغت بود، چون همیشه احساس کردم که زندگی در عرض دو لحظه عوض میشه، از این رو به اون رو، قبل بعد. در واقع همیشه نقطه‌ای هست که از اونجا مسیر عوض میشه و اون دو لغت برای من مسیر رو عوض کرد. هر هنری که در این دنیا وجود داره و داشته، یکی از احساسهای پنجگانه ما رو اثر میذاره، حداقل یا با دیده، یا با شنوایی، یا با مزه، یا با بویایی، یا با لمسه. اینا هنرها هر چی که هست با این حسایی که ما داریم، به اضافه اون حس اندرونی که در ما هست که هنوز خلاصه نشده که اون چی هست. خیلی وقتا خوشحال میشید، خیلی وقتا غمگین میشید، میدونید اون احساسایی که در اندرون ما هست. به هر حال وقتی که من راجع به یک شعر فارسی با شما صحبت میکنم، خیلی از شعرهای فارسی تجسمیه. به صحرا بنگرم، صحرا تو وینم، به دریا بنگرم، دریا تو وینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو وینم. از بابا طاهر بودم. شما وقتی که صحرا، دریا، کوه و در و دشت، قامت رعنا، در فکرتون تجسم دارید، فکر میکنید راجبش.
به حال این شعرهای ما برای ما این چیزها رو باقی گذاشتن. ولی خب کی وقت داره که بره اینها رو بخواد واقعا به دنبالش بره؟ عشق به صدر فریاد هر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. حالا میخواد انجیل باشه، میخواد تورا باشه، حافظ به زبون خودش داره میگه، میگه اگر مثل من تو قرآن رو از بر بلد باشی، تنها چیزی که به دادت میرسه عشقه. بس همینو بس. وحشی بافتی که در قرن 10 هجری قمری 400 سال پیش زندگی میکرد میگوید اگر گوش تو بر اسرار عشق است، همه گفتارها گفتار عشق است. مطمئنن همه تون راجع به هفت شهر عشق شنیدید یا آشنایی باهاش دارید. اگر ندارید، بیتی است از مولانا که میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر همه کوچه ایم. مولانا در نوجوانی با پدر شیخ بهادین که در سفر بود شیخ عطار رو میبینند. شیخ عطار با پدر مولانا آشنایی داشت. از دیدن این نوجوان انقدر خوشحال شد و مصاحبتش انقدر لذت برد که کتاب اسرارنامه‌ش رو به مولانا هدیه داد. خیلی از داستان‌هایی که در مثنوی می‌بینید، داستان‌های عطاری که مولانا از اونها استفاده کرده و بیشتر به اون معانیش پرداخته. و از لحاظ مولانا معانی هر لغتی یک معنی درشه. و ما فقط به اون معنیش باید کار داشته باشیم. به جایگاه معناش کار نداشته باشیم، به خود معنیش کار داشته باشیم. حالا شیخ عطار میگه که گفت ما رو هفت وادی در ره است، یا هفت شهر، هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی در ره است. این یک پروسس ترانسفورمیشن هست برای انسان که به خدای خودش برسه. این با طلب شروع میشه. شهر دوم عشقه، شهر سوم معرفت که همون عرفان از اونجا میاد، شهر چهارم استغنا. استغنا یعنی محتاج به خدا و بس، یعنی هیچ احتیاج به هیچ کس نداشته باشی. دراویش معمولا دراویشی که واقعا اصل هستن معمولا به قسمت استغنا تا اینو رسیدن. توحی یا یکتایی شهر پنجم، حیرت که در اونجا پرده ها میشکافته و حقیقت آشکار میشه قسمت شهر ششم. و فنا در اونجا این یک spiritual death هست که خدا در انسان تجلی میکنه، انسان به خدای خودش میرسه. جناب سعدی میفرماید در تایید این صحبت هفت شهر عشق، میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدم. بهتون گفتم که دو تا لغت بود که واقعاً یک تغییر در من به وجود آورد. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربار. این سخن عشق برای من واقعاً یک انگیزه در من به وجود آورد. برای اینکه وقتی که فکر کردم راجبش، راجب این بیت، دیدم هر چیزی که در این جهان وجود داره از عشق بود. شما اینجایی برای اینکه پدر و مادراتون عاشق هم دیده. شما میوه عشق پدر و مادراتون هستید. بچه‌هاتون میوه عشق شما هستن. پدر و مادراتون میوه عشق پدر و مادر خودشون بودن. هر چی که هست، اگر این صندلی هست، اگر این فلز هست، law of attraction. اگر این شده، اون شده، اینا برای اینکه به هم دیگه attract شدن. همه چیز از عشقه. من این سخن عشق برای من می‌خواستم بگم که آیا کسانی دیگه هم بودن که تونستن که لغت سخن عشق رو در ابیاتشون استفاده کردن؟ برای همین این انگیزه در من به وجود اومد که برم دنبالش و بگم. و خوشبختانه دیدم که چند شاعر این کارو کردن. از 6 تا شاعر 8 تا بیت هست که من الان به شما نشون میدم. جناب ابوسعید ابوالخیر که ایشون در قرن 4 هجری قمری یکی از پایه‌گذارانی که از مشایخ عرفانی که بهشون میگن درجه 1 یعنی عرفان ایران و اینا ساخته شده، میفرمایند دل جز ره عشق تو نپوید هرگز، جان جز سخن عشق نپوید هرگز. اوحدی مرامبهی میفرمایند بنشستم که نویسم سخن عشق و ز دل، شعله‌ای در قلم افتاد که تو مار بسوخت. دهلوی یک شاعر
فارسی زبان در هند بوده میفرمایند هر که را کن مکن و کوش و خرد در کار است مشنو از وی سخن عشق که او هوشیار است. کسایی که معمولا برای همه امر و نهی میکنن که برای این کارو بکنی اون کارو بکن. مولانا چی میگه؟ میگه ای آن که شنیدی سخن عشق، ببین عشق کو حالت بشنیده و کو حالت دیده. دوباره اوحدی مراقعی میفرمایند سخن عشق که عقلم به معما میخواند، بر دلم کش چنان شد که معما بنماند. دوباره حافظ سخن عشق نه آرد که آید به زبان، ساقیا می به کوتاه کنیم گفت و شنود. حالا سعدی ببین چقدر ظرافت اینجا به کار میبره. میگه سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم، رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهان. ببینید واقعا اینا تو چه احساسایی بودن، تو چه دنیایی بودن. حالا میریم راجع به عاشق صحبت میکنیم. منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم، که بر آن کس که نه عاشق به جز این کار ندارم. این از جناب مولانا است. فرخ سیستانی قبل از نظامی گنجوی بود که لیلی و مجنون رو نوشت. داستان لیلی و مجنون داستان قیس عامری است، یک از یک قبیله عربی بود که عاشق دختر هوش بود. لیلی بسیار زشت بود ولی مجنون عاشقش بود، قیس عامری عاشقش بود و واسه همین جنون پیدا کرده بود از عشق لیلی. عموش نمیخواست لیلی رو بهش بده و این واسه همین داستان اینا خیلی طولانی شد و دیگه نمیدونم هم رسیدن یا نرسیدن. بله، فرخ سیستانی تقریباً 100 سال قبل از نظامی گنجوی زندگی کرده و فکر میکنم که داره یک اشاره به لیلی. گویند که معشوق تو زشت است و سیاه، گر زشت و سیاه هست مرا نیست کنم. من عاشقم و دلم بر اون گشته تباه، عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه. یا دوای عاشق دلخسته را معشوق میداند، کسی تا درد نشناسد نمیداند دوای من. یا از ابو سعید اباخر، جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی چشم همی باید زیست. از من اثری نمان این عشق سه چیست، چون من همه معشوق شدم عاشق کیست. پرسید کسی که عاشقی چیست، گفتن که چون عاشقی بدانی. این بیت معروف جناب مولاناست. عشق تشریح نداره. این یک بیتی از سعدی است که میگه کشته معشوق را درد نباشد که ما، که خلق زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کس به یا جاممه هم نیست به کس پروایی. جناب خیام میگه گویند بهشت و حور این خواهد بود، آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد. عطار میگه گر تو را سنگی زند معشوق مست، به که از غیری گوهر آری بنه.